400 تا چه دقت بکنید. تابع F رو دادین. F A دو A یک و آی به اضافه یک و یک و منفی دو دو و بی گفتین تابع هست درسته. بعد اینو خواست از ما اف آ به اضافه دو تا اف دو مساوی سه تا اف یک شد. بیرا گفته که چی هست؟ اولا این تابع هست درسته؟ وقت که تابع باشه یعنی اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که مؤلفه اول تکراری نباید باشه. نگاه کن ببین مؤلفه اول تکراری هست یا نه. یک پس مؤلفه دوم باید تکراری باشه. آی به علاوه یک مساوی منفی دو باشه. آ میشه چقدر؟ منفی است. پس تابمون اینطوری شد در حقیقت. افمون شد منفی سه و منفی شیش. یک و منفی دو دیونو نمی نویسم. دو و بی. الان شد تابه. بی هرچی باشه این تابه میشه. درسته؟ حواستون به درس نیستم. کلاه هم برده الان. نورش. نورش پس بذار الان. بچه دقت کنید آمون الان چی شد؟ منفی سه شد درسته؟ اینجا بذارم منفی سه. اف منفی سه یعنی مؤلفه دومی که منفی شیش میشه به اضافه اف دو ب. دو تا به مساوی اف یک منفی سه منفی شیش. پس دو به مساوی صفر میشه. بی میشه صفر. بی رو خواسته بودی درسته؟ گزینه چهار مشکل که نیست درسته. 478 دقت بکنید. fx رو داده این سه به اضافه اف چند رو خواسته؟ هشت. یعنی جای x هشت بذاره میشه سه به اضافه دو ضرب داره هشت میشه 16 سه به اضافه چهار میشه هفت. گذنه سه سرزه تجربه میمونید چه تن؟ رنگانی از ثابت سخت آسان از اینجور سوال ها زیاد هست. نگران نباشید. 480 حل کنید. نه هست. نگران نباشید. دقت کنید بچه ها. 480 اف ایکس مساویه رادیکال ایکس به اضافه دو تا قدر مطلق ایکس درسته. اف منفی 144 رو خواست. این اف سر جا خودش کاری ندارم که حالا این ترکیب بعدم بس خواهم کرد ولی سمون مفهوم هم ندارم راحت است. اف منفی 144 یعنی اینجا جای ایکس منفی 144 اف منفی 144 میشه رادیکال منفی 144 به اضافه دو تا منفی 144 قدر مطلق بشه. نتیجه میشه 144 درسته؟ رادیکال 144 رادیکال 144 چند میشه؟ 12. پس این شد 12. یعنی آقا من اینو حساب کردم این شد چند؟ 12.
این قدر مطلق منفی 144 میشه 144، دو تا 144 منهای 144 میشه یه دونه 144، درسته؟ قبول؟ رادیکال 144 هم میشه 12. تا اینجا که مشکلی نیست. حالا F12 یعنی اینجا بیارید دوباره چیکار کنید؟ 12 رو بذارید، میشه رادیکال 12 به اضافه دو تا قدر مطلق 12، میشه رادیکال 36، میشه چند؟ 6. درسته؟ گزینه چند میشه؟ گزینه 2 میشه. ۴۸۲ FX اینه رادیکال X منهای رادیکال X به اضافه 4 برای X های بزرگتر هست، 2X به اضافه 3 برای X های کوچکتر مساوی است. چی خواسته؟ F 5 به اضافه F 1 یک یک این رو حساب میکنم میارم جا گذارم. اول F 1 یک تو کدوم شرط این سید میکنه؟ تو این سید، درسته؟ F 1 چند میشه؟ میشه 5. درست. F 1 به جای F 1 5 بده میشه F5. F5 تو بالای صد میکنه، درسته؟ 5 به اضافه 4 میشه 9، 3 میشه 5 منهای 3 2 میشه. پس بچه ها این تیکه رو حساب کردم، این کلش شد 2 به اضافه. اول F5 حساب بکنم، قبلا حساب کردم F5 2 شد. F5 میشه F2. دو تو کدوم صد میکنه؟ تو این 7. درسته؟ پس این تیکه هم شد چند؟ 7. جمعش میشه چند؟ 9. درسته؟ گزینه 4. 484 FX ببینیم چه تابعیه؟ x 3 به اضافه 2ax برای x های بزرگتر مساویه، بزرگتر مساوی 1، ax به علاوه b برای x های کوچکتر از 1. f2 شده 4. f منفی 2 شده 0. i به اضافه b رو قبوله. F2 شده 4، یعنی باید برم F2 رو حساب بکنم. 2 بزرگتر از 1، پس تو این شرط صد میکنم. پس چی میشه؟ 8 به اضافه 4A مساوی 4. درسته؟ 4A میشه منفی 4، A میشه منفی 1. F منفی 2 صفر شده، منفی 2 صفر شده یعنی اینجا، درسته؟ پس منفی 2A به اضافه B مساوی 0. A چند بود؟ منفی اینجا بذاریم منفی 1 2، B میشه منفی، B میشه منفی 2. جمع این دوتا رو خواسته چند میشه؟ منفی 3. کدوم گزینه میشه؟ گزینه 486. FX دو ضابطه داده، گفته که تو گویاها ایکسای گویا بشه 1، تو ایکسای گنگ بشه منفی 2. درسته؟ مثلا F5 میشه 1، F7 میشه 1، F34 میشه 1، F21 میشه 1، F رادیکال 2 میشه منفی 2، F رادیکال 7 منفی 2، FP منفی
عدد گنگه دیگه، پیاده عدد گنگه، درست شد؟ فهمیدید؟ حالا قبول؟ پس حالا اینو خواسته دو تا F دو پنجم به اضافه F رادیکال سه. دو پنجم گویاست، پس Fش چند میشه؟ یک. دو ضرب در دو یک میشه دو به اضافه رادیکال سه گویا نیست، گنگه، پس میشه منفی دو، میشه صفر. کدوم گزینه میشه؟ گزینه یک. درسته. 488 انجام بده. 488 نگاه کنید. f x به اضافه 1 شده x 3 به اضافه 3 تا x 2 به اضافه 3 x. بعد اینو خواسته. f فرض 3 2 رو خواسته. قبوله؟ بچه باز این قیافه رو نگاه کنید، یه قیافه آشناست، آشنا میزنه، درسته؟ یه یک کم داره، پس F X به اضافه یک میشه X به اضافه یک به توان سه منهای یک، درسته؟ بچه این X به اضافه یک رو اسمشو آ بذارم، پس اف آ میشه آ سه منهای یک، رابطه هم راحت تر شد، درسته؟ قبول؟ حالا اینو میخوام پیدا بکنم، این جای آ نشسته، میشه دو منهای یک، میشه یک. کدوم گزینه میشه؟ چهارصد و نود دقت بکنید، گفته اف ایکس اینه، ایکس ایکس دوی به اضافه پنج، درسته؟ این تا اینجا گفته مقدار تابع اف در نقطه آ برابر منفی یک است، یعنی چی؟ یعنی اف آ مساوی منفی یک. مقدار تابع اف در نقطه آ برابر منفی یک است، این جمله یعنی این اف آ مساوی منفی یک. این اطلاعات به من داده، حالا چی خواسته؟ اف یک هشتم آ را خواسته، پس اول باید آ را پیدا بکنم تا بتونم اینو پیدا بکنم، درسته؟ بابایی حالا بیام اینو جا گذاری کنیم، آ منهای آ دو به اضافه پنج برابر منفی یک. این معادله رو باید حل کنم، اول آ رو پیدا بکنم بعد معادله حل کردن تازه یاد گرفتیم دیگه، درسته؟ رادیکال ها یه طرف، بقیه یه طرف که تا بتونم میشه آ به اضافه یک مساوی رادیکال آ دو به اضافه پنج به توان دو برسونم، میشه آ دو به اضافه دو آ به اضافه یک میشه آ دو به اضافه پنج، آ دو با آ دو میره، دو آ میشه چهار، آ میشه دو، پس تکلیف آ مشخص شد. تکلیف آ چی شد؟ الان اف یک هشتم آ یعنی اف چی رو میخواد حساب بکنه؟ یک چهارم رو، اف یک چهارم ببرم اونجا جاگذاری کنم، میشه یک چهارم منهای رادیکال، درسته؟ یک چهارم یک شونزده هم به اضافه پنج، درسته؟ یک چهارم منهای رادیکال شونزده، مخرج مشترک بگیرم شونزده ضرب در پنج هشتاد به اضافه یک میشه هشتاد یک، درسته؟ هم هشتاد یک مربع کامل هم شونزده، پس یک چهارم منهای نه چهارم میشه منهای هشت چهارم منفی دو، درسته؟ گزینه سه. نگاه کنید 492
قیافه سوالو میبینید نترسید، خیلی چیز ساده ایه. اف ایکس به روی کوسینوس ایکس به اضافه اف منفی ایکس به روی سینوس ایکس مساوی چند شده؟ دو شده. اینو خواسته اف پی چهارم به اضافه اف منفی پی چهارم، اینو خواسته. من نگاه میکنم میبینم که اینجا جای x پی 4 بذارم این یه جوری ظاهر میشه دیگه، درسته؟ بله. بیان بذارم f پی 4. آقا وقتی جا گذاری میکنی تو کل اون رو باید کوسینوس پی 4 به اضافه f منفی پی 4 کوسینوس سینوس پی 4 سینوس پی 4 مساوی 2. از خودم میپرسم آقا کوسینوس پی 4 همون 45 درجه است، کوسینوس 45 درجه رادیکال 2 دوم، سینوس 45 درجه رادیکال 2 دوم، پس خیلی راحت شد. اف پی 4 رادیکال 2 دوم به اضافه اف منفی پی 4 رادیکال 2 دوم مساوی 2. بچه این مخرج بودنش برای من ایجاد مزاحمت میکنه، نباید باشه، درسته؟ تو این مخرج ضرب بکنم، درسته؟ تو این مخرج ضرب بکنم این ور این میمونه، درسته؟ این ور 2 ضرب داره رادیکال 2 دوم چی میشه؟ رادیکال 2 میشه رادیکال 2. قربون آدم چیز فهم، قربون گزینه 3 494 دقت کنید. اف ایکس منهای 3 شده ایکس 2 منهای 4 ایکس به اضافه 5. اینو داده، اینو خواست. دو جور حل میکنم، دقت کنم بچه ها، یه موقع توضیح من با دقت گوش کن. این دوتا رو به هم بیاید مقایسه بکنید. x منهای 3 بخواد تبدیل بشه به 1 منهای x، جای x چی باید بذارم؟ جای x چی رو دارم به این تبدیل میشه؟ منفی 2x به اضافه 4 بذارم اینجا، منفی 2x به اضافه 4 بذارم منهای 3 این طوری میشه. منفی 2x نه، منفی x به اضافه 4 بذارم. جای x منفی x به اضافه 4 بذارم به این تبدیل میشه دیگه، درسته؟ قبوله؟ گوش میکنی آقا، جای x این بخواد به این تبدیل بشه، جای x منفی x به اضافه 4 بذارم به این تبدیل میشه، درسته؟ درست؟ تو ضابطه تابه این ور هر برای سر x آوردید اون ورم باید همون بلا رو سرش بیارید، درست؟ این ور جای x چی بذارید؟ منفی x به اضافه 4. پس f منفی x به اضافه 4 به اضافه 3 مساوی میشه. اینجا هم هر جا x دیدید جاش چی باید بذارید؟ به اضافه 4. منفی x به اضافه 4 به توان 2، منهای 4 در منفی x به اضافه 4 به اضافه 5. اینو ساده بکنید، این ور میشه f یک منهای x، درسته؟ اون ور میشه x2 منهای 8x به اضافه 16 به اضافه 4x منهای 16 به اضافه 5، درسته؟ x2 16 با 16 بره منهای 4x به اضافه 5، x2 منهای 4x به اضافه 5 شد، x2 به اضافه 4x یا منها
گزینه 4 گزینه 4 یه سوال هم یعنی به اون منفی 3 یه کاری نداریم؟ یه ایکس منفی 3 هست دیگه اون کاری نداریم؟ نه اینجا منفی 3 کاری نداریم میتونم چیزی بخشون دارم میگم ببینید اینجا و اینجا رو مقایسه میکنیم میگم آقا از اینجا بخوام برسم به این جای x چی بذارم به این میرسم؟ رفیقتون گفت که جای x منفی x به اضافه 4 بذارید به این میرسید. این طرف که این کار رو انجام دادید اون طرف هم باید همون کار انجام بدید. درست شد آقا؟ مشکلی که نیست. حالا گوش میکنید، یکی این کار رو انجام نمیده، یکی یه جور دیگه حل میکنه. دقت کنید روش دوم. بچه این x منایسه رو من اسمشو بذارم t، پس x میشه t به اضافه 3، درسته؟ پس f t مساوی میشه با t به علاوه 3 به توان 2 منای 4 تا t به علاوه 3 به اضافه 5. پس f t شد چند؟ t 2 به اضافه 6 t به اضافه 9 منهای 4 تی منهای 12 به اضافه 5. اف تی چی شد؟ تی 2 به علاوه 2 تی منفی 5 و منفی 12 و 5 میشه منفی 7، 9 منهای 7 قبوله؟ مشکلی که نیست قبول. حالا الان اف تی را دارم، به من گفتن اف یک منهای ایکس رو پیدا بکن. جای تی چی را بذارم؟ اینو بذارم دیگه، درسته؟ جای تی اینو میذارم، پس میشه یک منهای ایکس به توان 2، 2 در یک منهای ایکس به اضافه 2، 1 به اضافه x 2 منهای 2x به اضافه 2 منهای 2x به اضافه 2. یه دونه x 2 دارم منهای 2 چه میشه؟ منفی 4x 2 2 4 بلاوی 5 چه شد؟ گزینه چند شد؟ 4 شد، درسته؟ روش رد گزینه ای دقت کنید. الان میگم. روش سوم. گوش میکنید. اینجا جای x یه عددی میذارم. هر چی دوست دارید بگید. ایشون 7 دوست داره، درسته؟ پس اینجا x رو 7 بدم. x رو 7 بدم f منفی 6، درسته؟ میام اینجا نگاه میکنم ببینم که f منفی 6 اینجا تولید کنم x رو چند باید بدم f منفی 6 تولید بشه؟ منفی 3. پس f منفی 6 رو که میخوام تولید کنم منفی 3 باید بدم، منفی 3 به توان 2 میشه 9 به علاوه 12 به علاوه 5، درسته؟ چند میشه؟ 9 و 12 21 26، درسته؟ x رو که 7 دادم به چه عددی رسیدم؟ 26. x رو که 7 دادم به چه عددی رسیدم؟ 26. درست شد؟ تو گزینه ها 7 رو بدیم ببینیم کدوم یکیش به 26 میرسم. گزینه 1 7 بدم میشه 50، به دردم نمیخوره. گزینه 2 7 بدم 52، به دردم نمیخوره. گزینه 3 7 بدم میشه 49 به اضافه 28 به اضافه 5، 26 که نمیشه، درسته؟ پس اینم به دردم نمیخوره. گزینه 4 رو نگاه کنید، 49 منهای 28 به اضافه 5، 49 منهای 28 میشه 21 به اضافه 5، درست؟
فهمیدی چطور شد؟ فقط حواستون باشه ها، دقت کن. یه بار دیگه رد گزینش رو میگم، اشتباه نکنید. ببینید من f یک منهای x رو میخوام پیدا بکنم، درسته؟ اینجا x رو 7 دادم، چی شد؟ f منفی 6 شد، درست شد؟ اومدم گفتم من آقا نیاز دارم منفی 6 اینجا بشه منفی 6، پس x رو چند باید بدم؟ منفی 3 بدم، پس x باید منفی 3، منفی 3 اینجا قرار دادم، درسته؟ منفی 3 به توان 9 به اضافه 12 به اضافه، نتیجه شد 26. این ورودیم بود، این خروجیم بود. درست شد؟ تو اونجا ببینم که آقا 7 بدم تو کدوم یکیش؟ گزینه 1 7 دادم 50 شد، گزینه 2 7 دادم 52 شد، گزینه 3 عدد 49 به اضافه 28 به اضافه 5 شد، درسته؟ 50 78 82 میشه، درسته؟ یه یکی اینو دادم به این میشد 50 با 28 میشه 78 82، درسته؟ پس به دردم. اما گزینه 4 x رو 7 دادم، خروجی چند شد؟ 26، به دردم میخوره، درسته؟ میشه رد گزینه 496 رو فکر کنید. اول چی دادم؟ x رو 7 دادم، این شد f منفی 6، پس با x 7 شروع کردم، آخر سرم باید همین x 7 رو بدم، درست شد؟ شما هر عدد دوست داشت، ایشون گفت 7 بده، منم 7 دادم. f منفی 6 26 شده، درست؟ f منفی 6 26 شده، آره. من f x رو نمیخوام پیدا بکنم که، f 1 منهای x رو میخوام پیدا بکنم. f 1 منهای x با چه xی به دست میاد منفی 6؟ با x 7، درسته؟ 496 fx خواست. مثلا ببینیم که چی میشه دیگه، درسته؟ fx رو میخوام، مثلا x رو یه عدد بگی، x رو 2 داده، درسته؟ دو داده، نه f 2. اینجا بچه چی بذارم 2 میشه؟ باید بیام سراغ این. اینجا چی بذارم 2 میشه؟ اینجا چی بذارم 2 میشه؟ x 2 منهای 1 به روی x بشه 2، x 2 منهای 1 میشه 2x، x 2 منهای 2x منهای 1 مساوی 0، درسته؟ دلتاش میشه 4 به اضافه 1 میشه 8، چهار به اضافه 4 8 هشت میشه، عدد رو بیانه میشه؟ نه آقا جمعه میگفتی سی به اضافه کو صفر میشه که بگیم، سی به اضافه آ مساوی بی میشه کو، چه بود؟ دلتا شاری کنه هست شده بیرسته؟ از اون چه دویه؟ به اضافه دو رادیکال دو دوم، عدد یه جور داد که عددش بد شد، ابن ندارم، من خواستم همین بد بشه. حالا درسته؟ پس اینجا جای x یک به اضافه رادیکال دو بذارم، این ور میشه 2، درسته؟ پس جای x یک به اضافه رادیکال دو باید بذارم، الان عددش ساده ترم میگم، دقت کنید، گویاش بکنم، میشه 1 به اضافه 3 به اضافه 2 رادیکال 2 به اضافه 1 به روی 1 به اضافه 2 به اضافه 2 رادیکال 2 نه منهای 3، این 2 بود، این 1 و 2 3 میشه، با این میره میشه 2 رادیکال 2 به اضافه 1 به روی 3 به اضافه 2 رادیکال 2،
سه به اضافه دو رادیکال دو رو گویا بکنم، مزدوجش سر بکنم میشه سه منهای دو رادیکال دو. درسته؟ سه منهای دو رادیکال دو. مخرجش چند میشه؟ نه منهای هشت یک. پس این میشه دو رادیکال دو به اضافه سه منهای دو رادیکال دو. چند شد؟ سه شد. ایکس رو دو دادم خروجیش سه شد. درسته؟ ببینیم تو کدوم یکی از اینها دو بدم خروجی سه میشه. گزینه یک دو بدم منفی یک میشه. دیدی؟ درست؟ درسته؟ به دردم نمیخوره. درسته؟ دو بتوان دو میشه چهار، منهای سه میشه یک، به دردم نمیخوره. گزینه دو سه، به دردم. گزینه سه شش، به دردم. گزینه منفی یک بدرد. پس جواب چی میشه؟ گزینه دو میشه. جواب میشه گزینه دو. قبوله؟ الان حل میکنم. یه لحظه دقت کن. عدد رو یه ذره بدده. درسته؟ مثلا F0 رو حساب میکردم. دقت کنید. F0. این چی بذارم صفر میشه؟ یک مثلا. درسته؟ یک رو بذارم. پس F0 میشه یک باید میذاشتم دیگه. یک به اضافه یک منهای سه میشه منفی یک. خروج ورودی صفر دادم، خروجی منفی یک شد. ببینم تو کدوم یکی نه صفر. گزینه دو میشه دیگه. درسته؟ قبوله؟ درست. این رد گزینه ای. حالا من میخوام اینو رد گزینه ای نرم، یه جور دیگه حل کنم. پس این روش دوم. بچه اینو اینطوری نگاه کنم ببینیم چجوری میشه. x دو بروی x میشه x منهای یک x. هم x دو به اضافه یک بروی x دو منهای سه. بچه اینو نگاه کنید، با این یه ارتباط هایی دارن. این مایی تمام بشه پر چیز کم رو گیدونه اولی دارونش منفی یه بلوی کم. خیلی شبیه همش. چه کم داره؟ نگاه کنید x منهای یک x اون به توان دو. بچه ها نگاه کنید میشه اینو توان دوش حساب بکنم میشه x دو به اضافه یک بروی x دو منهای دو برابره. یه منفی دو کم داره دیگه. درسته؟ یه منفی دو کم داره. خدا خدا برک خدا برکت بده به همسایه. از این یه منفی دو بگیر. درسته؟ پس F X منهای یک X میشه X منهای یک X به توان دو منهای یک. اسم اینو بذار T. F T میشه T دو منهای یک. تموم شد دیگه بچه. F X خواسته بود. چی میشه؟ قبوله؟ بچه دقت کن اینجا یه خلاصه بگم که چی هست، بعدش بریم مثلا با هم دیالوگ. یه سری انواع توابع، سه تا تابع تعریف شده دارید تو کتابتون. تابع خطی، تابعی که این مدلی باشه fx برابر ax به اضافه b باشه. نمودارش که رسم میکنید یه خط میشه، به خاطر به میگن تابع خطی. درسته؟ تابع ثابت fx مساوی عدد ثابتی باشه، یه خط توفقی میشه بهش میگن تابع ثابت. تابع همانی fx مساوی x باشه. نموداش این رسم بکنید نیمساز ناحیه اول و سوم میشه. درسته؟ بهش میگن تابع همانی. درسته؟ حالا تابعی هم که اینطوری باشه fx مساوی ax به اضافه b cx به اضافه d. درست؟ اینو تابع کسری، تابع کسری میتونه در صورت مخرج درجه های مختلف هم داشته باشن. درسته؟ ما با اونا کار نداریم. به میگن تابع هوموگرافیک.
تابع هومو گرافیک. درست؟ رسمش چجوری؟ چرا؟ رسمش فرق می‌کنه. آره رسمش فرق می‌کنه. رسمش بعد خواهم گفت. درست. آره بعد رسمش بس خواهیم کرد. درست. فهمیدی چی شد؟ این انواع تابعایی که چی هست؟ درست. نه چیز خاصی نه فقط همین بلد باشه. دامنه و برد و تابه هم که اول بحث کرده. مؤلفه اول بهش میگفتیم دامنه، مؤلفه دوم بهش میگفتیم برد. درست. عملیات رو توابع دقت بکنید. جمع دو تا تابه داریم، تفریق دو تا تابه داریم، ضرب دو تا تابه، تقسیمشون و ترکیب. F به اضافه G. درست. جمع دو تا تابه. F به اضافه G. یعنی تو نقطه X میشه F X به علاوه G X. درسته؟ F X به علاوه G X. پس تو F به اضافه G هم F باید تعریف شده باشه، هم G باید تعریف شده باشه. درست؟ مثلا اگر مثال دارم میگم F این باشه 1 و 2، 2 و 4، 3 و 5. G این باشه 1, 4, 0, 5, 3, 1, 4, 7. به من بگم مثلا F به اضافه G 2 رو حساب بکنید. میگم میشه با F 2 به اضافه G 2. F 2 چنده؟ 4. 4ه. اینجا مشکلی ندارم. جیه دو چنده؟ ندارین. پس این تعریف نشده میشه. درسته؟ پس برای اینکه F به اضافه جی تعریف شده باشه، هم F باید تعریف شده باشه، هم جی باید تعریف شده باشه. پس از اینجا میفهمم که دامنه F به اضافه جی هم F باید تعریف شده باشه و یعنی اشتراک هم جی باید تعریف شده باشه. درست؟ پس دو رو نمیشه نوشت. پس چیا را میشه نوشت؟ مثلا یک. اونا که مشترکن. درسته؟ یعنی F به اضافه G مؤلف اولای مشترک 1. جمع این دوتا چی میشه؟ 6. اینجا 2 نیست، 3 هست. 3 هست. 6. 3 و 6. F به اضافه G شد اینطوری. فهمیدی چطور شد؟ قبول. این تعریف F به اضافه G. F منهای G دوباره مثل همونه، میشه f x منهای g x. یعنی هم باز f تعریف شده باید باشه، هم g. دوباره همین اتفاق میفته. f منهای g میشه دامنش، میشه دامنه f اشتراک دامنه g. الان نگاه کنید f منهای g 2 را مشکل ایجاد میشه، میشه f 2 منهای g 2. F2 رو فهمیدم 4، اینجا متوقف میشم. آقا G2 چیه؟ نمیدونم، نداریم. پس ادامه نمیشه داد. درسته؟ فهمیدی چطور شد؟ حالا پس F منهای G رو میخوام پیدا بکنم، سراغ اونایی میرم که مؤلف اولا مشترک. 1 مشترکه. حالا مؤلف اول دومشون از هم کم میکنم. 2 منهای 4 منفی 2، به همون ترتیبی که اینجا هست. درسته؟ 3 پنج منهای یک چهار میشه دید. قبول آقا؟ صحیح. فهمیدی چطور شد؟ بیام سراغ F تقسیم بر F ضرب در G. F ضرب در G X باز میشه F X ضرب در G X. پس یعنی میگه که هم F باید تعریف شده باشه، هم G باید. پس دوباره اینجا هم همونه، هیچ فرقی نمیکنه. دامنه F ضرب داره دامنه اشتراکش با دامنه G.
پس اف ضرب درجه رو بخوام حساب کنم دوباره سراغ چیا باید برم؟ مؤلف های اول مشترک. یک. بعد مؤلف های دوم ضرب میشه. چی میشه؟ هشت. سه. پنج. فهمیدی چطور شد؟ مشکل که نیست. این هم از این. برم سراغ تقسیم. f تقسیم بر g x میشه f x تقسیم بر g x. بچه ها دقت بکنید، اولا f باید تعریف شده باشه، g هم باید تعریف شده باشه. این یه مطلب، یعنی پس هم تو دامنه f باید باشه هم تو دامنه g. یه چیز دیگه، مخرج اگه صفر باشه مشکل ایجاد میشه، درسته؟ قبوله؟ پس دامنه f تقسیم بر g میشه دامنه f اشتراک دامنه g منای x هایی که عضو دامنه، منای x هایی که g x صفر بشه. همین کفایت میکنه، درسته؟ پس تو f تقسیم بر g هم باید سراغ همون بریم. یک به ترتیب تقسیم میکنیم میشه چند؟ یک دوم. یک دوم. سه میشه. فهمیدی چطور شد؟